أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه میبرم به خداوند از شیطان رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنم به نام خدایی که بی اندازه مهربان نهایت باره است. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. گفتند سوال کن برای ما از پروردگار خود تا بیان کند برای ما که چی گونه است رنگ من. گفت ار آینه خداوند میگوید ار آینه آنگاه است زرد، تیز است در زردی رنگ آن، مسرور میسازد بینندگان را. گفتند سوال کن به ما از پروردگار خود که بیان کند به ما که چی قسم است آن گاو. ار آینه گاو مشتبه شده بر ما و ار آینه ما اگر خواسته باشد خداوند را یافتگانیم. قال انه یقول انها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. گفت ار آینه او تعالی میگوید ار آینه آن گاویست نه مهنت کشنده ای که قلبه کند زمین و نه آبیاری کند زراعت را، بی عیب است نیز داغ در آن. گفتند اکنون آوردی سخن راست. پس ذبح کردند آن را و نزدیک نبود که می کردند، یعنی نمی خواستند که ذبح کنند آن را. تفسیر: این گاو از مرد نیکو فطرتی بود، مردی که مادر خیش را به خوبی خدمت می کرد. یک پیمان طلا به اندازه‌ای که در پوست آن گاو می گنجید و آن را خریده کشتند. مردم باور نمی کردند گاوی را که با این بهای گزاف خریده اند ذبح کنند. و اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. و هنگامی کشتید نفس را پس نزا کرده در آن و خداوند آشکار کننده است آنچه را پنهان می‌کردید، پس گفتیم بزنید آن را به پارچه از گاو. تفسیر: قطعه گوشت گاو را بر مرده زدند، به حکم خداوند جلال شان زنده شد و برخاست و از جراین وی خون روان شد و اسمای قاتلین خود را نشان داد و گفت برادرزادگانم و طعم مال مرا در صحرا برده کشته بودند و دوباره وفات یافت. همچنین زنده می گردانند خداوند مردگان را و می نماید به شما نشانهای قدرت خیش را تا شما فکر کنید. تفسیر: خداوند قدیر متعال در قیامت نیز به قدرت کامله خیش مردگان را چنین زنده گرداند و علائم توانایی خیش را پیشگاه بصیرت شما جلوه دهد تا شما در آن بیاندیشید و بدانید که حضرت او می تواند که مردگان را زنده کند. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوه وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. با سخت شد دلهایتان بعد از آن. تفسیر: عامل زنده شد، قدرت خداوند جلالشون را مشاهده کردید، اما دلهای شما نرم نشد، پس آنها مانند سنگی هستند که بیشتر در سختی و ار آینه بعضی از سنگها آن است که روان می شود از آن جوی ها و ار آینه بعضی از سنگها آن است که شق می شود و بیرون می آید از آن آب و ار آینه بعضی از سنگها آن است که فرو می غلطد از خشم خداوند و نیست خداوند بی خبر از آن چی می کنید. أتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. آية أي مسلمان تما دارید که آنها باور دارند، یعنی سخنان شما را، و تحقیق بود گروهی از ایشان که می شنیدن کلام خدا را، باز تعریف می کردن آن را بعد از آن که فهمیده بودن آن را و ایشان می دانن. تفسیر: فریق عبادت از کسانی است که با موسی علیه السلام به غرض استماع کلام خداوند به کوی طور رفته بودند و چون بازگشتند سخنان از خود ساخته و به بنی اسرائیل گفتند: ما شنیدیم خداوند در آخر کلام خیش گفت اگر توانید با این احکام عمل کنید و اگر نتوانید و ترک آن مختارید. بعضی گویند کلام الهی جلال و شأنه تورات است و تعریف آن است که در آیات تورات تغییر لفظی و معنوی می نمودند، چون تبدیل اوصاف حضرت پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم و محو آیه رجم و امثال آن. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. و چون ملاقات کنند با کسانی که ایمان آوردند، گویند ایمان آورده ایم، و هنگامی که تنها شوند بعض از ایشان با بعضی گویند: چرا می گویید؟ یعنی آیا خبر می دهید ایشان را به آنچه ظاهر کرده خداوند بر شما تا مناظره کنند با شما به آن به حضور پروردگار شما؟ آیا نمی دانید که ار آینه خداوند می داند آنچی را پنهان می کنید و آنچی را آشکار می نمید؟ و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و انهم الا یظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما
ما یکسبون. و بعض از ایشان ناخوانند، نمیدانند کتاب را مگر آرزوهای دروغ، و نیستند مگر که گمان میکنند. پس عذاب است به کسانی که می نویسند کتاب را به دستهای خود، باز میگویند این از جانب خداست تا بخرند وی بهای اندک. پس عذاب است با ایشان آنچی نوشته دستهای ایشان، و عذاب است با ایشان از آنچی کسب میکنند. و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. و گفتن ارگس و ما تماس نکرد آتش مگر روزهای شمرده شده، بگو آیا گرفتید از نزد الله پیمان؟ پس ارگس خلاف نکند الله پیمان خود را، بلکه میگوید بر الله آنچی نمیدانید. چرا چنین نباشد؟ ارکی کرد گناه و احاطه نبود با وی گناه وی، پس ایشانم اهل دوزخ، ایشان در آن جاودانند. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. و کسانی که ایمان آوردند و کردن اعمال شایسته، ایشان اهل بهشت، ایشان در آن جاودانند. و به یاد آور زمانی که گرفتی پیمان بنی اسرائیل که مپرستید مگر الله را، احسان کنید به والدین، احسان کردنی و بر اهل قرابت و به کودکان پدر مرده و به بینوایان، و بگویید به مردمان سخن نیک و بر پا دارید نماز را و بدهید زکات را، پس برگشتید مگر اندکی از شما الان که شما روگردانندگانید. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. و بیاد آرید زمانی که گرفتید پیمان شما را که مریزید خونهای یک دیگر را و بیرون مکنید قوم خودها را از دیارتان، پس اقرار کردید و شما گواه میدید یعنی قبول کردید. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب
و ما الله بغافل عما تعملون. پس شما آن گروهید که می کشتید همدیگر خودها را و بدون می کنید گروهی از خودها را از دیار ایشان، پشتیبانی می کنید با یک دیگر بر ایشان و گناه و ظلم. تفسیر: یهود مدینه دو دسته بوده، بنی فریزه و بنی نذیر. هر دو دسته با هم سخت دشمنی و جنگ داشتند. مشرکان نیز در مدینه دو طبقه بوده، حوز و خزرج. این دو طبقه را هم عداوت شدیدی در میان بود. بنی فریزه با حوز و بنی نذیر با خزرج حلیف گردیده. هنگام جنگ طوایف یهود هر کدام حلیفان دوستان خود را حمایه میکردن. هرگاه یکی غالب میآمد جماعت مغلوب را نفید پلید میکردن و خانمان او را خراب مینمودن. اما اگر یهود کسی اسیر میگردید همه آنها اتفاق میکردن و آنها جمع میکردن و او را نجات میدادن. و اگر بیایند و شما اسیران فدیه میدهید و خلاص میکنید ایشان را، الان که حرام شده است بر شما بیرون کردن ایشان، آیا ایمان می آورید به عیسی از کتاب و کافر می شوید و عیسی دیگر؟ پس نیست جزای کسی که کند چنین از شما مگر رسوایی در زندگانی دنیا، و در روز قیامت گردانیده شوند به سوی سخت‌ترین عذاب، و نیست خداوند بی خبر از آن چی می کند. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إيشان آنان كي خریدن زندگانی دنیا را به آخرت. پس سبک نمی شود از ایشان عذاب و نه ایشان مدد داده می شود. و به تحقیق دادیم موسی را کتاب و پی در پی فرستادیم بعد از وی پیغمبران و دادیم عیسی پسر مریم را معجزات روشن و نیرو بخشیدیم او را به روح القدس. آیا پس ارگاه بیاورد نزد شما پیغمبری آنچی دوست ندارد نفسهای شما را، تکبر کردید پس جماعت را تکذیب نبودید؟ تفسیر: حضرت مسیح و محمد صلی الله علیه و سلم را تکذیب کردید و جماعت را کشتید. زکریا و یحیی علیه السلام را کشتند. و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. و گفتند دلهای ما در خلاف است، بلکه لعنت کرده ایشان را خداوند به سبب کفر ایشان، پس اندکی از ایشان ایمان آوردند. و هرگاه بیامد ایشان را کتاب از جانب خداوند، تصدیق کننده ای کتاب را که با ایشان است و بودن که از پیش فتح می خواستند بر کسانی که کافر شدند، پس ارگاه آمد با ایشان آنچی که شناخته بودند کافر شدند با او، پس لعنت خداست بر کافران. تفسیر: آن کتابی که اکنون با ایشان فرود آمده قرآن
و کتاب سابق آنها تورات است. یهود قبل از فرود آمدن قرآن چون مغلوب می شدن دعا می کردن و می گفتن خداوند و تفعیل پیغمبر آخر زمان و به آرمت کتابی که باوی فرود می آید ما را مظفر و منظور بگردن، چون حضرت وی به پیغمبری مبعوث گردید. یهود با وجود مشاهده تمام علائم انکار ورزیدند و ملعون گشتند. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بد چیز است آنچه فروختند به آن نفس های بر این که کافر می شود به آنچه فرو فرستاده خدا به سبب حسد که فرو فرستد خداوند از فضل خیش بر هر که خواهد از بندگان خود، پس بازگشتن به خشم بالای خشم و کافران راست عذاب زدد و خواری دهنده. و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين. وچون گفته شد با ایشان کیان ایمان بیاورید و آنچه فرو فرستاده است خداوند، گویند ایمان می آورید و آنچه فرستاده شده بر ما و کافر می شوند و آنچه غیر آن است، حال آن که آن راست است تصدیق کننده است.